درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهای دوران اوقات جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ایران درخواست کشورهای غربی برای پرهیز از حمله به اسرائیل را وقیحانه خواند. اسرائیل میگوید به خاک ایران حمله میکنیم حتی اگر حمله جمهوری اسلامی تلفاتی نداشته باشد. FBI اتهامات مربوط به هک کمپین ترامپ توسط ایران را بررسی می کند. با افزایش انتقادات از کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس، وی از منتقدان خواست صبر پیشه کنند. زنی 50 ساله دریا سوج به دست همسرش کشته شد. قوه قضاییه خواستار بازگرداندن ساشا سوبانی، آقازاده متهم به پولشویی به ایران شد. دانا ترامپ در گفتگوی در شبکه ایکس با ایلان ماسک گفت که ایران به اسرائیل حمله نمی کند و یک پژوهش جدید نشان می دهد که زیر سطح مریخ ممکن است مقدار زیادی آب وجود داشته باشد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 13 آگست 2024 میلادی برابر است با 23 مرداد سال 1403 خورشیدی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هشدار سران فرانسه، بریتانیا و آلمان را درباره حمله احتمالی به اسرائیل و ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، درخواستی فاقد منطق سیاسی و مطالبه ای زیاد خواهانه توصیف کرد و گفت تهران برای انتقام جویی از کسی اجازه نمی گیرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این هشدار گفت بی تفاوتی کشورهای غربی باعث شده که اسرائیل دست به ارتکاب انواع جنایات بین المللی از جمله نسل کشی و جنایات جنگی بزند و بی کیفر بماند. به سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن را در ایجاد بازدارندگی علیه اسرائیل در جنگ غزه ناتوان خواند و گفت که آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ اقدام عملی و موثری برای توقف یا مقابله با این جنایات ندارند. کنعانی بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه را درخواست وقیحانه از جمهوری اسلامی برای عدم اقدام تنبیهی و بازدارنده علیه رژیم متجاوز به حاکمیت و تمامیت سرزمینی خیش توصیف کرد و گفت این مطالبه به منزله حمایت علنی و عملی از منشأ جنایات بین‌المللی و تروریست در منطقه و تشویق و پاداش به آمرین و عاملین ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که جمهوری اسلامی در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود قاطع و مصمم است و در استفاده از حقوق شناخته شدهش از کسی اجازه نمی گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تنها یک توافق آتش بس در غزه بعد از مذاکراتی که قرار است این هفته برگزار شود می تواند تهران را از انتقام مستقیم علیه اسرائیل برای ترور اسماعیل هنیه باز دارد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی ایران که نامش فاش نشده گفته است که اگر تهران و متحدانش مانند حزب الله ببینند که مذاکرات آتش بس در غزه شکست خورده و یا تصور کنند که اسرائیل می‌خواهد آن را به تعویق بیاندازد، حمله مستقیم را انجام خواهد داد. این منابع اشاره نکردند که ایران تا چه زمانی اجازه می‌دهد تا مذاکرات ادامه یابد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این کشور در روزهای اخیر به آمریکا و چند کشور اروپایی پیام داده که هر گونه حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل منجر به حمله اسرائیل به خاک ایران خواهد شد. رادیو ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش داد که اسرائیل در این پیام خود به آمریکا و چندین کشور اروپایی افزوده که مصمم است به ایران حمله کند حتی اگر حمله احتمالی جمهوری اسلامی تلفاتی در اسرائیل ایجاد نکند. تایمز اسرائیل نوشت هدف از این پیام جلوگیری از فشار جامعه بین‌المللی برای اجتناب از پاسخ قهری به حمله ایران است. جامعه بین‌المللی فشارهایی به اسرائیل وارد می‌کند تا واکنش خود را به حمله احتمالی جمهوری اسلامی محدود کند.
شبکه خبری CNN گزارش داد که هکرهای جمهوری اسلامی احتمالاً توانستند حساب ایمیل شخصی راجر استون، فعال کهنه‌کار جمهوری‌خواه و یکی از نزدیکان ترامپ را که در ستاد انتخاباتی ترامپ فعال است، هک کنند. این گزارش در ادامه تحقیقات پلیس فدرال آمریکا درباره تلاش‌های منسوب به جمهوری اسلامی برای هک ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین هشدارها به ستاد انتخاباتی بایدن هریس منتشر می شود. پلیس فدرال آمریکا FBI پیشتر رسما تایید کرده بود که تحقیقات سطح بالای امنیت ملی خود را درباره ادعاهای هک کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ آغاز کرده است. انجام این تحقیقات در حالی است که تنها کمتر از 3 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که کیار استارمر روز دوشنبه با مسئول پزشکیان تماس گرفته و جمهوری اسلامی را از حمله به اسرائیل برحذر داشته و گفته است که جنگ به نفع هیچ کس نیست. به گزارش رویترز به نقل از اسکای نیوز، این تماس تلفنی 30 دقیقه به طول انجامید و بعد از آن صورت گرفت که نخست وزیر بریتانیا با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دیگر متحدان اروپایی خود گفتگو کرد. بر اساس گزارش ها، نخست وزیر بریتانیا به پزشکیان گفته که عمیقا از وضعیت خاورمیانه نگران است و از همه طرف ها خواسته برای اجتناب از تنش بیشتر در منطقه از رویارویی با یکدیگر خودداری کنند. استارمر همچنین در این تماس به رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی گفته است که حکومت ایران باید اقدامات بی ثبات کننده خود از جمله تهدید علیه افراد در بریتانیا و کمک به حملات روسیه در اوکراین را متوقف کند. با گذشت 2 روز از معرفی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اصلاح طلب به مجلس ایران، شدت گرفتن انتقادات درباره ترکیب وزرا و نادیده گرفتن وعده‌های قبلی سبب شد تا پزشکیان از منتقدان بخواهد که صبر پیشه کنند. رئیس جمهوری ایران در اشاره به این مخالفت‌های فزاینده با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای کابینه ارزشمند است. صبر کنید کابینه کار کند. به همچنین اینکه به گفته او بی تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود را به انتقاد داده است را به منزله یک گام رو به جلو خوانده است. زن 50 ساله‌ای به نام صدیقه رازیانی پور در یاسوج با شلیک گلوله توسط همسرش کشته شده است. یک فرد مطلع میگوید خانم رازیانی پور متأهل و دارای 4 فرزند بود. به سال‌ها توسط همسرش که معلم بازنشسته بود مورد خشونت قرار می گرفت. بعد از ظهر روز جمعه 19 مرداد برخی رسانه‌های محلی بدون اشاره به نام زن کشته شده و جزئیات این اتفاق اعلام کردند که مردی با شلیک گلوله به همسرش او را کشته است. علت این اتفاق هم اختلافات خانوادگی اعلام شد. این تنها زن کشی در امرداد سال 1403 نیست. روزنامه شرق گزارش کرده که 6 امرداد سال جاری زن جوانی به نام آمنه چوپانی تنها با زن ارتباط نامشروع و بدون اینکه دلیل و مدرکی برای این ادعا وجود داشته باشد به دست پدرش کشته شده است. کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه خواستار پیگیری ویژه استرداد محمد جواد صبحانی از اسپانیا به ایران شد. وی اتهامات صبحانی را مشارکت در قمار و شرط‌بندی، فریب نوجوانان و سوء استفاده از کودکان و پولشویی ذکر کرد. محمد جواد صبحانی با نام مستعار ساشا صبحانی از چهره‌های مشهور اینستاگرام و فرزند احمد صبحانی سفیر سابق جمهوری اسلامی در ونزوئلا است. قریب‌آبادی در نامه‌ای که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه آن را منتشر کرد، از علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه خواستار پیگیری ویژه برای بازگرداندن صبحانی به ایران شد. او در این نامه با اظهار تأسف از اینکه تاکنون از سوی کشور اسپانیا اقدامی برای بازگرداندن صبحانی انجام نشده گفت: تمامی اطلاعات و اسناد لازم از مدت ها قبل از کانال دیپلماتیک برای دولت این کشور ارسال شده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که با بکارگیری ظرفیت‌های لازم و ویژه اقدام فوری و جدی در بازگرداندن این متهم فراری و معرفی او انجام شود. برندگان عشمان در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. 5 کنشگر معدنی در استان گیلان که با ماه سال گذشته در رشت بازداشت شده بودند، در مجموع به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستار، روزیتا رجایی و نگین عدالتخواه 5 کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزه فرهنگ و محیط زیست فعال بودند. این 5 زن که 20 آبان ماه گذشته از سوی ماموران اطلاعات سپاه رشت بازداشت شدند، اکنون از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مجموع به تحمل بیش از 20 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این 5 کنشگر مدنی هر یک به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 6 ماه و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه و 16 روز حبس محکوم شدند. یک مقام وزارت راه جمهوری اسلامی از خریداری اراضی مرغوب در استان خوزستان توسط عراقی ها خبر داده و گفته است که بومیان خوزستان در استان ملک و زمین نمی خرند، چرا که دیگر زمینی نیست و اراضی مرغوب از سوی خارجی ها خریداری شده است. دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی، ورود خارجی ها به بازار مسکن ایران را منجر به افزایش قیمت ملک و زمین اعلام کرد و گفته است که خرید ملک از سوی خارجی ها با ترفندهای دور زدن قانون ممانعت فروش زمین، ملک و مسکن به خارجی ها منجر به ایجاد اخلال در شبکه توزیع می شود و باعث افزایش قیمت ها در این بازار خواهد شد. یاسر دستمالچیان به خبرگزاری ایلنا گفته است که در حال حاضر شاهد سرمایه گذاری های عمانی ها، قطری ها و بعضن اماراتی ها در بازار مسکن شیراز هستیم. دستمالچیان تاکید کرده که سرمایه گذاران افغانستانی وارد بازار مسکن چابهار شدند و در خوزستان و برخی از مناطق استانهای غربی هم سرمایه گذاران اقلیم کردستان و عراقی ها حضور پیدا کردند. کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام روز سه‌شنبه 23 مرداد با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حاکمان استبداد دینی و کارگزاران سازمان سرکوب و ارعاب از سه‌شنبه هفته گذشته 16 مرداد با اعدام بیش از 45 تن از هموطنانی که 29 نفرشان تنها در یک روز و 26 نفر آنها به صورت دست جمعی در زندان قزل‌حصار بود، رکورد قتل حکومتی و اعدام ها را در چند سال اخیر شکستند. در این بیانیه گفته شده که در چند هفته اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی در روند دادرسی مبهم به اتهام بغی و افساد پل ارض به اعدام محکوم شدند. این بیانیه در ادامه هشدار داده که آخرین موارد صدور اعدام که جانشان در خطر جدی است، 6 زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت از سوی بیدادگاه انقلاب مشهد است. در این بیانیه آمده که افزایش شمار اعدام بعد از تحلیف رئیس دولت جدید جمهوری اسلامی بود که ادعا کرده ایران امن‌ترین کشور خاورمیانه است. زندانیان اعتصابی عضو کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام اعلام کردند که در 18 زندان امروز سه‌شنبه 23 مرداد برای 29 هفته پیاپی در اعتصاب قضا خواهند بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز دوشنبه 12 آگوست در گفتگویی در شبکه ایکس با ایلان ماسک میلیاردر فعال در حوزه فناوری گفت که ایران به اسرائیل حمله نخواهد کرد. او در این گفتگویی که فایل صوتی آن در صفحه ایکس ایلان ماسک هم رسان شده، ضمن انتقاد شدید از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و معاونش کامالا هاریس گفت که بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بوده است. ترامپ گفت که اگر او به جای بایدن رئیس جمهور بود، حمله 7 اکتبر حماس هرگز رخ نمی‌داد. او در این زمینه گفت اگر من رئیس جمهور بودم، اسرائیل مورد حمله قرار نمی‌گرفت. همه منتظرند ایران به اسرائیل حمله کنند، اما ایرانی‌ها حمله نمی‌کنند. رئیس جمهور پیشین آمریکا یادآوری کرد که در زمان صدارتش به چین هشدار داده که اگر از ایران نفت بخرد، نمی‌تواند با ایالات متحده تجارت کند. ترامپ درباره جنگ جاری میان روسیه و اوکراین گفت که جو بایدن مسئول تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 است. وی در جریان کارزار تبلیغاتی خود ادعا کرده که اگر دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، میتواند جنگ را ظرف یک روز به پایان برساند. ترامپ در گفتگوی روز دوشنبه با حمله شدید به رئیس جمهوری کنونی گفت اگر بایدن در مقام ریاست جمهوری نبود، روسیه هرگز به اوکراین حمله نمی کرد. ترامپ چنین استدلال کرد که رابطه قوی او با ولادیمیر پوتین می توانسته مانع درگیری شود و گفت که حتی به رئیس جمهوری روسیه گفته که اقدامی نکند. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در مورد کمک به اوکراین هم صحبت کرد و اینگونه که از کلام او به نظر می رسد، پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا هزینه های خود را با ایالات متحده مطابقت بدهد. ترامپ در گفتگو با ایلان ماسک پرسید چرا ایالات متحده به طور نامتناسبی برای دفاع از اروپا هزینه بیشتری می‌پردازد تا خود اروپا، و نتیجه گرفت که این معنی ندارد، این ناعادلانه است و مسئله است که جا دارد رسیدگی شود. به همچنین از قوانین تجاری اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت آنها در تجارت از آمریکا بهره زیادی می‌برند و افزود آنها به اندازه چین سرسخت نیستند اما بد هستند. کمیته ملی دموکرات ها اعلام کرد که در اقدامی منحصر به فرد برای کمک به ثبت نام 9 میلیون شهروند آمریکایی از ایالت‌های نوسانی که در حال حاضر مقیم خارج از کشور هستند، $300,000 هزینه خواهد کرد تا آنها بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر به کامالا هاریس رأی بدهند. به گزارش رویترز، یک مقام این کمیته روز دوشنبه گفت که این بودجه خرج پرداخت هزینه ثبت نام رای دهندگان و انتشار اطلاعات درباره نحوه رای دادن برای شهروندان آمریکایی مقیم خارج خواهد شد. به تاکید کرد که این اولین بار است که کمیته مذکور به دموکرات‌های خارج از آمریکا کمک مالی می‌کند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند و افزود که تلاش‌ها بر مکزیک و اروپا متمرکز خواهد شد که بیشترین آمریکایی‌های خارج از کشور در آنجا زندگی می‌کنند. برخی منابع از وقوع دست کم 3 حمله به کشتی‌های عبوری در دریای سرخ خبر داده و آن را به شبه نظامیان حوثی یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند نسبت دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اعلام این خبر به نقل از مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا و شرکت خصوصی امنیتی آمبری افزوده که حملات روز سه‌شنبه بخشی از حملات زنجیره‌ای حوثی‌ها در پی جنگ اسرائیل در غزه است. در حمله اول بنا به اعلام مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، ابتدا یک انفجار نزدیک به کشتی رخ داد و بعد از نزدیک شدن یک قایق کوچک به کشتی، انفجار دیگری هم صورت گرفت. بر اساس این گزارش، حمله در حدود 115 کیلومتری جنوب بندر تحت کنترل حوثی‌ها شهر هدیده اتفاق افتاد و شرکت خصوصی امنیتی آمبری هم وقوع 2 انفجار نزدیک کشتی را تایید کرده است. حمله دوم ساعتی بعد در حدود 180 کیلومتری شمال غرب هدیده رخ داد که تای آن انفجاری در نزدیکی کشتی مشاهده شد. اگرچه حوثی‌ها بلافاصله مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند، اما آسوشیتد پرس نوشته که در موارد پیشین گاهی ساعت‌ها یا حتی روزها طول کشیده تا حملات خود را تایید کنند. اوکراین روز سه‌شنبه منطقه مرزی کورکس روسیه را هدف حملات پهپادی جدید قرار داد. این حملات یک روز بعد از
انتقاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از غرب به دلیل حمایت از حمله ناگهانی اوکراین به خاک کشورش صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که یگان‌های پدافند هوایی این کشور 12 پهپاد اوکراینی را بر پرواز کورسک متهم کرده است. اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که تاکنون 1000 کیلومتر مربع از خاک روسیه را تحت تصرف خود دارد. برند کنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک جوان 18 ساله نقابدار که در حمله با چاقو 5 تن از عابران پارک مسجدی واقع در شهر اسکیشهیر در شمال غرب این کشور را مجروح کرده بود بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مهاجم نقابدار که کلاه ایمنی بر سر داشته و یک جلیقه ضد گلوله به تن کرده بود، در حمله به عابرانی که در باغ مسجدی قدم می زدند 5 تن از آنها را زخمی کرد. طبق این گزارش وضعیت 2 تن از زخمی شدگان این هجوم وخیم گزارش شده است. تلویزیون خبر ترک گزارش داد که این نوجوان حادثه ضربات چاقو را روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی از طریق دوربینی که به لباسش متصل شده بود پخش کرد. در برخی سایت‌ها عکسی از او با نماد خورشید سیاه که یک نشان نازی هاست منتشر شده که روی سینه‌اش نقاشی شده است. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که زیر سطح مریخ ممکن است
مقدار زیادی آب در شکاف سنگ‌های زیر سطحی آن وجود داشته باشد، به طوری که می‌تواند یک اقیانوس جهانی را تشکیل بدهد. یافته‌های این تحقیق که روز دوشنبه در مجموعه مقالات کنفرانس آکادمی ملی علوم در آمریکا منتشر شده، بر اساس اندازه‌گیری‌های لرزه‌ای از کاوشگر اینسایت ناسا به دست آمده است. به گفته واشان رایت، دانشمند ارشد دانشگاه کالیفرنیا، این آب که به نظر می‌رسد در عمق 11.5 تا 20 کیلومتری پوسته مریخ قرار دارد، به احتمال زیاد میلیاردها سال پیش از سطح این سیاره به عمق آن نفوذ کرده، یعنی بعد از زمانی که مریخ احتمالاً دارای رودخانه، دریاچه و اقیانوس بوده است. رایت معتقد است که وجود آب در این سیاره لزوماً به معنای وجود حیات در آن نیست. این سیاره سرخ که بیش از 3 میلیارد سال پیش سیاره مرطوب بوده، به دلیل جو نازک آن در مقایسه با جو زمین، اکنون به نظر می‌رسد که آب سطح خود را از دست داده و به سیاره خشک امروزی تبدیل شده است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.